حمایت دو حزبی سنای آمریکا از قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت. کنفرانس با حضور 8 سناتور و شماری از شخصیت‌های آمریکایی و سخنان خانم مریم رجوی. حضور 40 تن از مشاوران سناتورهای آمریکایی و نمایندگانی از سفارت‌های خارجی در واشنگتن و خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی در این کنفرانس. سخنرانی‌های سناتورها جین شاهین، کوری بوکر، روی بلانت، تام تیلیس، جان بوزمن، لینزی گراهام. سخنرانی جوزف لیبرمن، کاندیدای پیشین معاون ریاست جمهوری، سناتور کلیایات و کینگزبرگ، سفیر سابق آمریکا. سناتور جین شاهین، رئیس زیرکمیته اروپایی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت: امسال با وجود فاجعه‌ای که در ایران رخ می‌دهد، حرف‌های بسیاری برای گفتن و بسیاری موضوعات برای جشن گرفتن داریم. ما سال‌ها دور هم جمع شدیم، اما فکر می‌کنم در گذشته این چنین لحظه‌ای را که امروز داریم نداشتیم. در ایران همونطور که همه ما می‌دانیم، مردم به خیابان‌ها می‌آیند تا حقوق اولیه بشر و آزادی‌های اساسی را مطالبه کنند. جهان نظاره‌گر است و ما در احترام به آنچه در ایران می‌گذرد ایستاده‌ایم. اما این کافی نیست که صرفاً تحت تأثیر شجاعت آنها قرار بگیریم. ما همچنین باید در کنار مردم ایران و همگام با آنها باشیم که برای آزادی مبارزه می‌کنند. بنابراین می‌خواهم بدانید که دیروز در کمیته روابط خارجی ما قطعنامه‌ای را تصویب کردیم. در این قطعنامه آمده است: مقرر شد که کنگره از شجاعت، جسارت و عزم زنان و مردان ایرانی ستایش کند، همانها که در اعتراضات کنونی برای دفاع از حقوق بنیادین بشری خود شرکت می کنند و امنیت خود را به خطر می اندازند و در برابر نقض حقوق بشر که توسط رژیم ایران صورت می گیرد ساکت نمی نشینند. Resolved that the Congress commends the bravery, courage, and resolve of the women and men of Iran who are participating in the current protests to defend their fundamental human rights, risking their safety to speak out against the human rights abuses committed by the Iranian regime. We condemn the brutal beating and death of Mahsa Amini, and the violent suppression by the Iranian regime of women and men participating in the current demonstrations, including children, have defied state-sanctioned violence, decades of injustice. ما ضرب و شتم وحشیانه و مرگ مهسا امینی و سرکوب خشونت‌آمیز زنان و مردان شرکت کننده در تظاهرات کنونی از جمله کودکان توسط رژیم ایران را محکوم می‌کنیم و خواهان پاسخگویی شفاف در قبال تمامی قتل‌های معترضان توسط نیروهای امنیتی هستیم. ما از برنامه‌های مربوط به آزادی اینترنت که رژیم را دور می‌زنند، از جمله صندوق فناوری آزاد، از VPN‌ها و دیگر گزینه‌ها حمایت می‌کنیم. برنامه‌هایی که می‌توانند برای دور زدن تلاش‌های دولت‌های مستبد برای سانسور دسترسی به اینترنت در زمان‌های اعتراض استفاده شوند. ما تلاش‌های مستمر دولت بایدن برای پاسخ به اعتراض‌ها از جمله تحریم اخیر گشت ارشاد را تشویق می‌کنیم و دولت بایدن را برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر مسئولین و نهادهای مسئول در سرکوب معترضان فعلی ترغیب می‌کنیم. از شما برای همه کارهایی که اینجا انجام می‌دهید تا به سرکوبی که در ایران اتفاق می‌افتد پایان دهید تشکر می‌کنم. از حمایت مستمر شما برای بازگرداندن آزادی به مردم ایران سپاسگزارم. We encourage continued efforts by the Biden administration to respond to the protests, including the recent sanctioning of the Iranian morality police, and we encourage the Biden administration to immediately impose under existing authorities additional human rights sanctions on officials and entities responsible for the repression of the current protesters. That is the piece that I thought you would be most interested in. Senator
سناتور کوری بوکر عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس گفت اینجا محل هیجان انگیزی برای من است. نمیتوانم به شما بگویم زمانی که وارد این اتاق شدم انرژیم چگونه بود. انرژی افرادی که به عالی‌ترین آرمان‌های بشریت متعهد هستند. آزادی، حق تعیین سرنوشت، اصول و آرمان‌های بسیار دموکراتیک. ما شاهد اتفاقات خارق‌العاده‌ای در مردم ایران بوده‌ایم. شجاعت و قهرمانی، این آمادگی باور نکردنی برای انجام کاری که تقریباً غیر قابل تصور است، یعنی گذاشتن جان و امنیت خود و خانواده در راستای آزادی. این یکی از چیزهایی است که ما در مورد قهرمانان تاریخی کشور خودمان می‌گوییم که حاضریم بسیار زیاد فداکاری کنیم و بسیار زیاد مایه بگذاریم. و البته در مواقع خطر و چالش بزرگ متاسفانه شهدای بزرگی را باید تقدیم کرد. در تاریخ این ملت میهن پرستانی را دیده ایم که برای کشورشان جان باختند و حاضر بوده اند در برابر بی‌عدالتی و ظلم سینه سپر کنند. This is such an exciting room to me. Oh, thank you very much. Please sit down. I cannot tell you what it's like, the energy when I walked into this room, energy of people who are committed to the highest ideals of humanity, freedom, self-determination, the very democratic principles and ideals. بنابراین من فقط می‌خواهم بگویم که مردم ایران با هدفی فراتر از خودشان و ایرانیان مبارزه می‌کنند. آنها برای یک هدف انسانی مبارزه می‌کنند. برای آرمان آزادی می‌جنگند. برای آرمان دموکراسی می‌جنگند. و من در کنار مردم ایران ایستاده‌ام. آنچه واقعاً عالی است این است که همانطور که می‌بینید، به عنوان یک مرد باید اعتراف کنم که در تاریخ این کشور و همچنین در ایران زنان پیشرو هستند. منظورم این است که من این شجاعت خارق‌العاده را از سوی زنان و دختران می‌بینم، کسانی که نوآوری اخلاقی مردم خود را برمی‌انگیزند، کسانی که نه فقط برای حقوق و آزادی اولیه می‌جنگند، بلکه برای همان چیزی که باید باشد، یعنی اهداف اساسی برای همه بشریت، کرامت و احترام انسانی می‌جنگند. Are fighting a cause even bigger than themselves and Iranian. They're fighting a human cause. They're fighting for the cause of freedom. They're fighting for the cause of democracy. And I stand with the people of Iran. سناتور کوری بوکر، عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا افزود: من افتخار می‌کنم به عنوان عضوی در کمیته روابط خارجی اینجا هستم. و این یکی از آن مسائلی است که باعث می شود به این افتخار کنم، زیرا این یک موضوع حزبی نیست. این چیزی است که در مورد کمیته روابط خارجی دوست دارم. شما می بینید که سناتورهای هر دو حزب در مورد اینکه چه کارهای بیشتری می توانیم برای حمایت از مردم ایران انجام دهیم بحث می کنند. چه کار بیشتری می توانیم انجام بدهیم؟ وقتی ندای آزادی می آید چه خواهیم کرد؟ زیرا من در ایدئولوژی مردی به نام مارتین لوتر کینگ بزرگ شدم که با ما توضیح داد همه ما در سرنوشت مشترکی به هم گره خورده ایم. بی‌عدالتی در هر کجا، تهدیدی علیه عدالت در همه جاست. And that is, as we close out 2022, that is the test of this country. Where do we stand? What will we do when the call of freedom is coming? Because I was raised in the ideology of a man named Martin Luther King, who said so pointedly that we are all caught in an inescapable network of mutuality, tied in a common garment of destiny. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. و به این ترتیب وقتی می‌بینیم که جهان حول مردم اوکراین و اصول دموکراتیک آنها جمع می‌شود، صدای وجدان کشورمان را می‌شنویم. چه کار بیشتری می‌توانیم برای مردم ایران انجام دهیم؟ مارتین لوتر کینگ گفت: ما نه فقط سخنان دشمنان را به یاد خواهیم داشت، بلکه سکوت دوستانمان را نیز به یاد خواهیم آورد. من به شما میگویم که من یک دوست هستم. من ساکت نمی‌نشینم. من صدایم را در همبستگی با زنان و دختران قیام کننده در ایران بلند خواهم کرد. من کشورمان را به انجام کارهای بیشتر سوق خواهم داد و معتقدم که پایان این داستان
الهام بخش دختران و زنان و مردان در سراسر جهان خواهد بود. الهام بخش این که مردم شجاع برای پس گرفتن کشورشان از یک رژیم ستمگر چه کردند و کاری کردند که نور آزادی و دموکراسی بیش از پیش در میان بشریت بدرخشد. Martin Luther King said something that I hope you all will take to heart. He said that in the end, we will not just remember the words of our enemies, but the silence of our friends. I will tell you, I am a friend. I will not remain silent. I will lift my voice in solidarity with the women and the girls protesting in Iran. I will push our country to do more. And I believe that the end of this story is going to be a story that will inspire girls and women and men all around the globe of what courageous people did to take back their country from oppressive regime and to make the light of freedom and democracy shine even brighter amongst humanity. So thank you. سناتور روی بلانت، رئیس جمهوری خواهان در کمیته قوانین، عضو کمیته اطلاعات، رئیس کمیته سیاستگذاری جمهوری خواهان در کنفرانس سنای آمریکا گفت: اگرچه این روزها ما کارها و مشغله های بسیاری داریم، اما اینها آنقدر نیست که نتوانیم برای آزادی در ایران در کنار شما بایستیم. من حامی قطعنامه ای هستم که درباره مرگ غم‌انگیز خانم امینی صحبت می کند. وقتی کشوری دارید که حکومتش مردم را اعدام کرده و سعی می کند بقیه را به تسلیم وادارد، وقتی با حکومتی مواجهید که باید به بزرگترین دانشگاه ها حمله کند تا مردم را به تسلیم وادارد، پرواضح است که جهان باید از این مردم دفاع کند. آزادی مهم است. آزادی ارزش جنگیدن را دارد. آزادی ارزش تشویق دارد. آنچه ما در ایران می‌بینیم نشان می‌دهد که مردم حاضرند جان خود را به خطر بیندازند و آن را برای آزادی فدا کنند. ما باید از آنها حمایت کنیم. من در تمام مدتی که اینجا حضور داشتم با شما بودم. ما به خاطر وجود افرادی که برای آزادی می جنگند شکرگزار. You know, when you have a country where the government has to execute people to try to keep everybody else in line like they did last night, when you have a government where the government has to raid the biggest universities to try to keep people subjugated to what they want to do, there's clearly a problem there that the world needs to stand up for. سناتور تام تیلیس، جمهوری خواه، عضو کمیته قوای مسلح سنا، رئیس مشترک کمیسیون حقوق بشر سنا گفت: همین امروز صبح یکی از خبرنگاران صدای آمریکا از من پرسید در قبال شکنجه و زندان و قتل ایرانیانی که صرفاً در جستجوی آزادی هستند، باید چه موضعی داشته باشیم؟ من فکر می‌کنم که ما باید حداکثر فشار را بر رژیم ایران وارد کنیم. همیشه مهم است که بین ایرانیانی که به دنبال آزادی هستند و سران رژیم ایران که آنها را انکار می‌کنند فرق قائل شویم. من هم فکر می‌کنم که نمی‌توانیم به سران رژیم ایران اعتماد کنیم. این هفته گفتند که می‌خواهند گشت ارشاد را منحل کنند. آیا کسی معتقد است که واقعاً این کار به طور مؤثر تغییر ایجاد خواهد کرد؟ آیا کسی بر این باور است که مردم فقط به خاطر خواسته هایشان برای آزادی های پایه‌ای، آنچه که ما در این کشور از آن برخورداریم، زندانی نخواهند شد؟ I think that we have to put maximum pressure on the Iranian leadership. But before I talk about more, I think it's always important to distinguish between the Iranians who are seeking freedom and the leaders of Iran who are denying them. پس در این رابطه چه باید بکنیم؟ فکر می‌کنم فشار وارد کنیم. به همین دلیل است که من با برجام که اوباما ارائه کرد مخالفت کردم. برای رسیدن به توافق با هر ملتی باید پایه و اساس اعتماد وجود داشته باشد. آخر چگونه می‌توان به سران رژیم ایران اعتماد کرد؟ چرا ما جیب آنها را پر کرده و اجازه می‌دهیم منابع و درآمد بیشتری برای سرکوب مردم ایران داشته باشند؟ بنابراین ما باید کاری بکنیم. ما باید فشار اقتصادی را حفظ کنیم. ما باید آنها را مورد حسابرسی قرار دهیم. سازمان‌های جهانی باید توجه داشته باشند که آنها چه کار می‌کنند و تا زمانی که رژیم را تغییر ندهیم نمی‌توانیم توجهمان را به چیز دیگری معطوف بکنیم. ما باید از هر امکانی به کمک تمام شرکای جهانی خود که در دسترس داریم
استفاده کنیم تا به مردم ایران کمک کنیم. پس مردم ایران و ایرانی‌های مقیم آمریکا، بدانید که من در هر قدم در این مسیر در کنار شما خواهم بود و امیدوارم شاهد تغییری باشیم تا ده ها میلیون ایرانی صادق، سخت‌کوش و آزادی‌خواه از آزادی خود بهره مند شوند. ما باید به فکر آنها بوده و برایشان دعا کنیم و باید اطمینان حاصل کنیم که بدانند ما در کنارشان هستیم. We have to keep economic pressure on. We have to hold them accountable. We have to have the world organizations recognize what they're doing. And we can't let our foot off the gas pedal until we have a regime change. There's no way for these leaders to change their heart. There's no way. And so we have to use every device of our global, with all of our global partners that we have available to complete the job that you all are working so hard on. So to the Iranian people and to Iranian Americans. سناتور جان موزمن، جمهوری‌خواه عضو کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا، گفت قبل از اینکه با آنها ایرانیان مقیم آمریکا دیدار کنم، به سختی می‌دانستم ایران در کجا قرار دارد. اکنون آنها همه پیچیدگی‌های این را که در آنجا چه خبر است و چرا باید فعال باشیم به من می‌گویند. بیشتر ما با قاطعیت در طرف شما ایستادیم و هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا همه چیز را به جلو ببریم. تعهد من این است که به هر طریقی که می‌توانم کمک کنم. در مورد تسلیحات اتمی، حقوق بشر و همه این موضوعات، باز هم با قاطعیت در کنار شما هستیم. My commitment is to help any way we can, but certainly regarding nuclear weapons, human rights, all of those kind of things, again, we are firmly in your corner. But I can't tell you, you know, how important it is that you're here, talking to people like us, talking to the people that represent you throughout the country, making a difference. There's simply no substitute for that. So again, thank you very much. در ادامه کنفرانس، سناتور لینزی گراهام، رئیس جمهوری خواهان کمیته بودجه و عضو کمیته های قضایی و محیط زیست سنای آمریکا گفت: اکنون ما در دوران تاریخی زندگی می کنیم و این یک لحظه تاریخی در دوران و فصلی است که در آن زندگی می کنیم. من با جین شاهین می نشینم که ببینم چه کنیم تا صدای خودمان را به گوش مردم کوچه و خیابان و روستاها و شهرهای ایران برسانیم و بگوییم دیگر بس است. فکر می‌کنم اکنون به نقطه‌ای در قرن 21 رسیدیم که زمان انتخاب است. بنابراین مردم ایران را در مقابل آخوندها انتخاب می‌کنم. So I'll sit down with Gene, see what we can do to lend our voice to the people out on the streets and the villages and the towns of Iran, saying enough is enough. I think we've reached a point now in the 21st century where it's a time of choosing. So I choose the people of Iran over the Ayatollah. Thank you very much.